با نام خدا و سلام بر شما به برنامه ویژه تحول با من داریوش احمدی خوش آمدید. حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان یک ساله شد. یک سال پیش در 24 اسد امارت اسلامی پس از 20 سال مبارزه برای دومین بار به قدرت رسید و تمامی ساختارهای نظام جمهوریت از هم پاشید. یک سال گذشته برای دولت جدید افغانستان پر از فراز و نشیب‌های سیاسی بود که در این برنامه تحول با آن می‌پردازیم. در ابتدا توجه کنید به گزارشی که همکارانم در رابطه به یک سالگی امارت اسلامی تهیه کردند. حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان یک ساله شد. 365 روز پیش در 24 اسد سال 1400 امارت اسلامی پس از 20 سال مبارزه بار دیگر به قدرت رسید و تمام ساختارهای نظام جمهوریت در کشور از هم پاشید. امارت اسلامی در حالی که 20 روز از حاکمیتش میگذشت کابینه سرپرست خود را به تاریخ 16 ماه سنبله سال 1400 اعلام کرد. کابینه که واکنش‌های زیادی را نسبت به عدم همشمول بودنش در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. امارت اسلامی افغانستان در سال گذشته در این روزها در حال زمام کشور را به دست گرفت که یک نظام دست نشانده از هم فرو پاشید و امارت اسلامی افغانستان به گونه ناگهانی و فوری زمام کشور را به دست گرفت و امور کشور را به پیش برد. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان علی رغم همه تحریم ها و تهدید ها و محدودیت ها دستاورد های زیادی دارد. با روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، بسیاری از رهبران سیاسی، مقام های رهبری دولت پیشین، وکلای پارلمان، مدافعین حقوق بشر و برخی فعالان مدنی کشور را ترک کرده و به خارج از افغانستان پناهنده شدند. اما رهبر امارت اسلامی برای مهار وضعیت فرمان عفو عمومی را صادر کرد. در حالی که 4 ماه از حاکمیت امارت اسلامی در کشور می‌گذشت، دولت جدید افغانستان همچنان در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار داشت و با گذشت هر روز بر فشارها و تحریم‌های جهانی در برابر امارت اسلامی نیز افزوده می‌شد. پس از 4 ماه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در اصل یک هیئت برای نخستین بار به ایران سفر کرد و ضمن دیدار با مقام‌های ایرانی با محمد اسماعیل خان از رهبران پیشین جهادی و احمد مسعود رهبر جبهه موسوم به مقاومت ملی دیدار نموده و از آنها خواست که به کشور برگردند. کماندان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلایسی افغانستان کې ډاډه ژوند تیروي. دولت جدید افغانستان با همه دشواری‌هایی که در برابرش قرار داشت، حاکمیت خود را مستحکم‌تر ساخت و پس از 9 ماه کمیسیون زیر نام تماس و دعوت از شخصیت‌های افغان به اساس فرمان رهبر امارت اسلامی شکل گرفت. کمیسیونی که زمینه برگشت شخصیت‌های افغان به شمول سیاسیون و مقام‌های دولت پیشین را دوباره به کشور مساعد ساخته و ده‌ها تن به شمول برخی مقام‌های ارشد دولت پیشین از طریق این کمیسیون به کابل برگشتند. افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون لومړی هڅه دا ده چې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له هېواد څخه وتلي دي، وطن یې پرېښی ده، په نورو وطنونو کې اوسیږي، هغوی ته ډاډ او اطمینان ورکړي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده او دا د دوی حق ده په خپل وطن کې اوسیږي، په ازادانه توګه اوسیږي، پرته له کوم تهدید او امنیتي ګواښ څخه دلته اوسیږي. دغه ډاډ او اطمینان کمیسون ورکوي او دوی تماس نیسي خپل وطن ته راستنیږي. در یک سال گذشته عدم شکلگیری حکومت همشمول، وضع محدودیت ها در برابر زنان و دختران و نقض حقوق بشری از برجسته ترین موارد انتقادی در برابر امارت اسلامی بوده است. برخی از چهره های سیاسی هم با برگزاری نشست ها در بیرون از افغانستان یکی از شرایط بازگشت به کشور و مشروعیت دانستن امارت اسلامی را وابسته به عملی شدن همین موارد بیان کردند. زیاد امتیازات پیدا نخواهد. بانکی همی پاتی بودن تعریب یک دو سال تیر شوه یا کمی ده هوای پت هست یا کمی وقت داده شوه به تعریب یا کمی یا به زمین پایین بیه متوجه شوه که دیگه مردم از این خاک هست. ما هم مثل مردم افغانستان هستیم.
پس از ده ماه حاکمیت امارت اسلامی در کشور، بزرگترین نشست علما با حضور حدود 3000 عالم دینی از ولایت‌های مختلف کشور در کابل برگزار شد و برای نخستین بار ملا هبت الله اخندزاده رهبر امارت اسلامی وارد کابل شده و در این نشست سخنرانی کرد. سخنرانی رهبر امارت اسلامی در این نشست به گونه صوتی از طریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان پخش شد. رهبر امارت اسلامی تاکید کرد که آماده تعامل با جهان هستند، اما قوانین اسلامی برایشان خط سرخ است. نزد دی پرژدم چه دی خپل قانون راسه ناپیس کی ندو ما پرژدی چه زخ پل قانون شرعی ناپیس کن داز ما و دادو مقابله با تر مرگ پری زما پنیابات با بل رازی آقا با پدی مقابله کی سر ورکی زما مقابله با بل رازی سر ورکی بل برازی سر. امارت اسلامی در یک سال گذشته همچنان بارها از مداخله های بیرونی در مسائل داخلی افغانستان انتقاد کرد و از کشورهای منطقه و جهان خواست که دست از مداخله در مسائل داخلی افغانستان بردارند. وزارت خارجه افغانستان هم میگوید که دولت جدید افغانستان اکنون مستقل است و نباید دولت های دیگر چشم مداخله به مسائل داخلی افغانستان را داشته باشند. موضوعات حکومت فراگیر یا موضوع تحصیل و تعلیم و تربیت یا فرض بعضی موضوعات دیگری که اینا مطرح میسازن حقوق بشر دیگه، این موضوعات داخلی هر کشور است و هر کشور دیگری اگر این موضوعات در به خاطر کشور دیگر مطرح میزه، این صریح مداخله است در امورات از اونا. با این حال دولت جدید افغانستان با گذشت یک سال هنوز هم در بحران مشروعیت جهانی به سر میبرد و تا کنون نتوانسته من حیث یک دولت جایگاه رسمی خود را در سازمان ملل به دست بیاورد. دیده شود که این بحران تا چه زمان دوام خواهد کرد. باز هم خوش آمدید مهمان من در نیمه نخست برنامه. آقای مولانا جلال الدین شینواری مهمان من است و با ایشان بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای شینواری شما را به بس خوش آمدید میگم. سوالی که برای هر افغان در یک سال گذشته وجود داشته او است که پس از یک سال افغان ها چه چیزایی را تانستن با این تحول سیاسی به دست بیارن و چه چیزایی را از دست دادن. از شما میخواهیم بپرسم که یک سال کار کرده حکومت امارات اسلامی را چگونه بررسی کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دو عرض دارم، یکی که من مریض هستم، دوم ای که من مسئولیت رسمی در امارات اسلامی ندارم و باید صحبت های ما و نظریات ما به حیث نظریه و صحبت رسمی امارت اسلامی تلقی نشود. در مورد اینکه در یک سال گذشته چی را به دست آوردن و چی را از دست آوردن، در این جای شک نیست که مردم افغانستان از ناحیه مردم بیباک، مردمی که هیچ پابندی به قانون و شریعت نداشتن یا به تعبیر دیگر از ناحیه زورگوها یا زورگویی های زورگوها و قلدرها به تنگ آمده بودن، اذیت میکشیدن. در هر ولسوالی تقریبا 2-3 نفر از این طبقه مردم موجود بود. مختلسین بودن، مختطفین بودن، غاصبین زمین بودن، ظالمان و قاتلان و سفاکان بودن. فرزندان مردم را بی باکانه به قتل میرساندن و این یک مرض عام شده بود و در ظرف 20 سال حاکمیت امریکا و ناتو و حاکمیت جمهوریت اون آنها، یعنی امریکایی ها و ناتو و جمهوریت، نتانست که این مردم را تحت سیطره بیاورند. طالبان در ظرف یک سال تانستند که این همه کتگوری های زورگویی ها و این همه کتگوری غاصبین و قاتلین و صفاکان را از میان بردارند. این یک دستاورد بسیار بزرگی بود. در پهلوی عزیز ما و شما و تمام رسانه های افغانستان شاهد این گپ هستیم که ما و شما و هر فرد افغانستان عاشق استقلال افغانستان هستند و به خاطر استقلال افغانستان جنگیدن و هزارها و میلیونها شهید به خاطر دین و اسلام خود دادند. اما در جمهوریت مظاهر حاکمیت شریعت اسلامی دیده نمی شد که الحمدلله در یک سال دیده می شد و تمام آن مسائل که جمهوریت ها به دست آورده بود امارت به دست آورد. شما بیرق های متعدد نمی دیدین که در افغانستان نشان داده می شد. شما از تجلی افغانستان شاهد همه مردم هستند که صحبت می شد. این صحبت های تجلی افغانستان
حتی به حد رسیده بود که بعضی مردم یقین میکرد که افغانستان به سوی تجزیه روان است و تجزیه میشود. اما الحمدلله در ظرف این یک سال ما شاهد این هستیم که افغانستان از بلند کردن بیرق های متعدد نجات یافت و از تجزیه نجات یافت و زنبوخ ها و قلدر ها و مختلفی و مختلفی نجات یافت. این دست آورد هست. اما آنچه که دست آورد نیست در خصوصا در هر سه تعدیل و تعلیم دختران ما و تعلیم طبقه اوناسی است. یقینا من هم در این رنج و در این درد با مردم خود شریک هستم و این را میپذیرم که امارت اسلامی افغانستان خب مشکلاتش به بزرگای امارت معلوم است. دلائل و عوامل ای که چرا مکتب های خواهران ما را برویشان دروازه هایشان را برویشان باز نکرده، دلایلشان و عواملشان پیش رهبرای امارات هست. من قبلا عرض کردم که مسئولیت رسمی ندارم، آگاهی چندانی ندارم، اما در این درد با مردم افغانستان شریک هستم و این درد را ما از ناحی مردم افغانستان تحلیل میکنم، از ناحی خواست مردم افغانستان تجزیه و تحلیل میکنم، نه از ناحی خواست جامعه جهانی. جامعه جهانی هر چیزی که در دست داشتند کردند، مردم ما را در 20 سال قتل عام کردند. بله بله، واقعا که اگر بی‌طرفی ما زیر سوال نره، پایان شدن اقتدار جزیره های قدرت در افغانستان میتونه یک دستاورد برای مردم افغانستان تلقی شود، اما نویت حکومت داری برای جامعه جهانی و خود کارشناسان و کنشگران سیاسی افغانستان در طول یک سال گذشته قابل سوال بوده. چرا به نظرتان همین بحث حکومت همه شمول که خواست تمامی طرف ها بود در طول این یک سال گذشته که امارت اسلامی هم بارها گفته که متحد به او از شکل نگرفت؟ خب ما باز هم در نظر شما رو میخوایم داشته باشم. ما بر نظر خود است صریح واضح و بسیار پاک و صاف برتان عرض میکنم. در از این ناحیه هم ما با مردم افغانستان در دردشان شریک هستم که چرا یک حکومت همه شمول را موافق تعریف مردم افغانستان ندارد. متاسفانه غالبا آقای افلاطون میگه اختلافات روی موضوعات وقتی صورت میگیره که تعریف یک موضوع متفق علیه نباشد. اینال از دولت همه شمول، امارت اسلامی و رهبران امارت اسلامی یک تعریف دارند و مردم افغانستان تعریف دیگری. مثلا امارت اسلامی کوشش میکنن مردم را قانع بسازن که معاون دوم امارت اسلامی در ریاست الوزراء آقای حنفی ازبک هستن، فلحاظ همه شمول است. لوی درستیز تاجک است، فلحاظ همه شمول است. اما این تعریف را مردم افغانستان با امارت اسلامی نمیپذیره و میگوین که این مردم شماست و همیشه با شما بودن در طول زمان گذشته و اکنون. اما تعریفی را که مردم افغانستان از همه شمول داره موافق زودا با اکنون حکومت همه شمول به وجود نامده. بهتر بود که رهبران امارت اسلامی و شخص عالی قدر امیر المؤمنین و مثلا بزرگای ازبک دعوت میکردن، بزرگای تاجک دعوت میکردن، به این شکل بزرگای اقوام مطرح دیگر در افغانستان را دعوت میکردن، بزرگهایی که مردم ازبک بالای او حساب میکنه و تاجک و تمامی اقوام او رو دعوت میکردن و با مشوره آنها یک دو سی نفر رو در وزارت جا میدادن که تعریف همه شمول به مردم، به نظر مردم افغانستان هم دولت فعلی مصداق همون تعریف همه شمول مردم افغانستان بشد که نشدن. ما با شما موافق هستم، امیدوار هستم که رهبران و خصوصا شخص عالی قدر امیر المؤمنین به این خلا و خلای عدم باز شدن دروازه ها به روی خواهران ما، دروازه های مکتب ها، به این دو خلا متوجه شد. بله مولانا صاحب، با در نظر داشتین که حداقل یک سال کار کرده این حکومت را از نزدیک بررسی کردین، چه فکر میکنین که اصلا بحث شراکت در قدرت در حکومت امارت اسلامی متصور است؟ ما اگر با مو جمله اول اشاره کنم که از گفته های
پتو پنهان و در دیوارهای محدود که بین رهبران امارات میشن، از او گفتگوها آگاهی ندارد. اما باید این فکر باشه، هر نظامی که در طول 42-45 سال در افغانستان و صاحب این چونین فکر انحصاری بودن، در افغانستان دوام نکردن و با شکست مواجه شدن. اگر امو صحنه ها و امو سناریو را تکرار میکنن، امو قصه ها را تکرار میکنن، امو خاصه ها و خاصه هایی که خود انسان داره در طبیعت، امو تبایق و خاصه های غیر ملی را تعقیب میکنن، جای شک نیست که امارت اسلامی هم از حکومات قبلی استثناء شده نمیتواند. بله، و دلیل که به نظر شما تا اینجای کار پس از یک سال نتونستیم یک تعامل معنادار بین امارت اسلامی و جامعه جهانی به وجود بیاریم، در چی بوده؟ خب اول خو حاکمیت نظام اسلامی و داعیه حاکمیت اسلامی، مثلا شما هستین در اونجا نطاق هستین، هیچ غم و غرضی با شما در نطاقیت شما ندارد. اگر فکر حاکمیت اسلامی با شما پیدا شد، شما را در اونجا هم آرام نمیگذارن، حتی به حیث یک فرد ساده هم شما را آرام نمیگذارن تا ای که از طرف حکومت موجود شما را به دار اعدام برسن. این خاصه امریکا و ناتو و جهان. در افغانستان با ریش، با لنگی، با ادعیه ها نمیگذارن امارت اسلامی آرام بماند. شما ببینین متصل آمدن امارت اسلامی و حاکمیت امارت اسلامی که مدت چندان هم نگذارده، مثلا ما خودم شخصا در مصاحبه ها به این مسائل برخوردیم که بریم گفته انتقاد سر جمهوریت کردیم، گفته 7 ساله شده جمهوریت و تو از یک طفل 7 ساله این کار را میخوایی، یا فرزن 1 ساله شده و 2 ساله شده. خب به همه حال ما او استدلالات او را، استدلالات مردم جمهوریت را مبنای استدلال خود نمیگردانیم. اگر یک روزم باشه مسئول استیم با مردم افغانستان و با خدای خود، اگر 2 روزم باشیم مسئول استیم با مردم افغانستان و با خدای خود. خب ما استدلال جمهوریت خواهان را تکرار کردم که امارت 1 ساله شده تا بالی با موچی میگوین که با چیز پایم نامده. خب خواسته های بسیار بزرگی را هم نباید داشته باشید. اما جامعه های جهانی شما ببینید 9 میلیارد دلار به خاطر ازی که دست مردم را به گریبان امارت و رهبرای امارت برسانن، 9 میلیارد دلار را قطع کردن، کمک ها را قطع کردن، هزارها میلیون دلار را که به اردو میکردن و در بخش سیخی میکردن همه را قطع کردن. مثلا مردم را عادت کردن 10,000 یک کمپنی و 20,000 دیگه پایین، ولک ها مردم و کمپنی ها را جور کرده بودن، مردم دو مصروف بودن و هزارها دلار معاش می دادن. یک بارگی خاصی کفر جهانیست، یک بارگی همه را قطع کرد، مردم بیکار شد، مردم دستشان دراز شد به گریبان امارت اسلامی افغانستان، که در حقیقت این کار هم کار کفر جهانی در رأس. ممنون. ادامه که تحول را پس از وقفه دنبال کنید. ادامه برنامه باسم خوش آمدین. مولانا صاحب، با این که فکر میکنین دایه حکومت اسلامی خودش چیزی است که جهان غرب را قبول نداره و سخت است که با او به تفاهم برسد، فکر نمیکنین که عملا در یک بنبست قرار داریم؟ این که این فکر بر اونا قابل قبول نیست، چطور امکان داره که در آینده یا در نهایت حداقل یک رای تفاهم بین امارات اسلامی که در افغانستان حاکمیت داره و یک حقیقت است و جامعه جهانی که نیاز است با او رابطه وجود داشته باشه پیدا شود؟ جای شک نیست که یک بنبست بسیار بزرگی بین امارات اسلامی افغانستان و جامعه جهانی در ارتباط با خواستهایشان و مطالباتشان موجود است. دیگه جای شک نیست. اینال اگر تقابل خواستها با خواستهای خدا و پیغمبر خدا به میان میاد، مثلا خواست جامعه جهانی با خواست خدا و پیغمبرش در تقابل و تضاد باشه،
امارت اسلامی هرگز چنین خواسته را قبول کرده نمیتونه، بلکه یک فرد افغان هم ایره قبول کرده نمیتونه. یک مسئله دیگه است، بعض خواسته هاییست که تلفیق و توحید شده میتونه. مثلا خاص جامعه جهانی با خاص مردم ما یک جا شده. در این صورت امارت اسلامی مسئول است که باید این خواسته را عملی بود. مثلا در بخش تعلیم و تربیت زنان، اگر خواست جامعه جهانی است، این خواست جسد مردم افغانستان است و ما به حیث خواست مردم افغانستان این موضوع را زیر بحث قرار می دهیم و امارت اسلامی افغانستان باید دروازه های مکاتب را باز کند. من هیچ مشکلی را در فقه حنفی و در احکام اسلامی عموما در اهل سنت ما نمی بینم. چهار مذهب ما اهل سنت هستند که درو شافعی و مالکی ها و حنبلی ها و احناف هست. من هیچ مشکلی را در این چهار مذهب در تعلیم و تربیت زن ها نمی بینم. امارت باید به تمکین کند و شرایط را مساعد بسازد. در مورد خواست یک حکومت همه شمول، تشکیل حکومت همه شمول، بسیار شخصیت های خوبی دارد. بیشتر شخصیت های دانشمند و متعهد به خدا داریم که من خود را در مقابل هر شخصیت ناچیز می دانم. باید از شخصیت ها استفاده کنیم، او را به قدرت بیاریم، او را شامل حکومت و نظام بسازیم تا از یک طرف مردم خود را خوش نگاه داریم و از طرف دیگر قناعت جامعه جهانی را به دست آورده باشیم. بله، کنشگران سیاسی در افغانستان و بیرون از افغانستان همواره وقت بحث گسترش روابط حکومت با دنیا می شد. تأکید می کردن روی یک موضوع و اویی بود که امارت اسلامی اول باید در داخل افغانستان مشروعیت را به دست بیاره. این بحث را چگونه بررسی می کنین؟ آیا واقعا تا هنوز مشروعیت داخلی کسب نشده؟ خب مشروعیت یک نظام را از داخل اگر به اساس مواد قوانین قبلی که به حیث قوانین اساسی در کشور مطرح بودن روی او ماده های قانون اساسی صحبت کنیم، یقینا ما گفته می تانم که او مشروعیت را به دست ناوردن. او مشروعیت عبارت از لوی جرگه ها بود، یعنی لوی جرگه هایی که از اقشار مختلف، از طبقات مختلف و از اصناف مختلف در او شرکت داشته باشند و تمثیل اراده و آرای مردم افغانستان را کنند به اساس تعریف قوانین اساسی گذشته. اما اگر از این نگاه ببینیم که قشر علمی افغانستان یک قشر بسیار عمده در کشور هست و تمام مردم افغانستان هر جمعه تقریبا همه ایشان به میلیون ها مردم میرن به زیر منابر در مساجد شیشته میباشن و به موعظه های علمای دین گوش میتن و عملی میکنن. خداوندی توفیق به مردم افغانستان الحمدلله داده است. کسی ها را امیدواریم خداوند ببخشد. اما از این ره گذر اگر ببینیم یک قشر عمده علمی کشور آمدن در کابل جلسه کردن به هزارها علما و این علما مشروعیت داد به امارت اسلامی افغانستان به امیرالمؤمنین و این مشروعیت را امارت اسلامی افغانستان یکی از مشروعیت های عمده و اساسی در کشور میداند. بله، و ادامه مسیر را مولانا صاحب چگونه بررسی میکنیم؟ تا هنوز حکومت سرپرست در افغانستان پایان نیافته. خواست ها و باورها بر این است که حداقل باید یک حکومت حاکم و یک دست در افغانستان بالاخره پس از یک سال شکل بگیره، قانون اساسی در افغانستان تعریف شود، نوعیت حکومتداری در افغانستان تعریف شود. چقدر وقت دیگر نیاز است که همین خواست ها برآورده شود؟ خب اول در ارتباط با حکومت سرپرست من به شما بگویم، قبلا هم در امارت قبلی حکومت سرپرست بود اما 5 سال دوام کرد. دو، علی قدر امیر المؤمنین بسیار به الفاظ صریح اعلان کرد که قانون اساسی ما قرآن هست و ما دیگر قانون اساسی را ندیم. یک مسلمان و یک امیر المؤمنین بسیار به صراحت از این مسائل اظهار کرد. و مسئله دیگه که آینده های ما، وزارت خارجه امارت اسلامی بسیار کوشش بلیغ و سعی بلیغ میکنند که
روابط با جهان حسنه شوا، با دول همسایه و منطقه حسنه شوا، با جهان حسنه شوا. و در این راستا کوشش های بسیار زیادی هم کردن و هم میکنن. اما در پهلویش بعضی کارهایی که در داخلم انجام شوا، مثل که حکومت همشمول و باز کردن دروازه های مکاتب بر روی دختران و خواهران ما. و انشاءالله تأثیراتش در آینده و مستقبل بهتر خواهد. بله، همین موارد را که من پیشتر از شما پرسیدم، مثل بحث قانون اساسی، هرچند شما اشاره داشتین که امیرالمومنین گفته که قرآن به عنوان قانون مادر در افغانستان قابل استفاده است و نیاز نیست، اما واقعا به نظرتون ممکن است و امکان پذیر است که بدون قوانین ساخت دست انسان که در تمامی جامعه انسانی در حال حاضر در حال اجراست و نیاز داره جامعه به او، بتونیم حکومت داری را به پیش ببریم و در کنار زوای جامعه جهانی که ما نیاز داریم روابط گسترده با او داشته باشیم، همچون موارد را با ما میپذیره؟ بلکل، به یک نقطه بسیار شما جدی متوجه باشین که مسائل عقیدتی بسیار باریک هست، با جزئی ترین لغزش همه چیز را ما از دست میتیم. خب بسیار اشاره من نمی کنم، تفصیل میطلبه، اما فقه حنفی که حاکم بر افغانستان هست بسیار یک فقه جامع است در فقه چار فقه، یعنی در فقه مالکی ها، حنبلی ها و شوافی، فقه حنفی بسیار جامع است. یک فقه شورایی بود، حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله 40 نفر را گذاشتن و با اساس مشوره بلکه ها لکه ها مسئله را استنباط کردن از حدیث و از قرآن و از دیگر اصول دین. به همه حال ما کمبود و کاسی هایی نداریم که نیاز به تراوش ذهنی فعلی داشته باشیم و فعلا ما در حد اجتهاد کسی را هم نداریم. فقه حنفی ما و قرآن کفایت می کند که ما تمام آن خاصه های جامعه جهانی و خاصه های مردم افغانستان را عملی بسازیم. تنها در فهم باز مشکل پیدا میشه که اگر آدم به قرآن نمی دانه، به تفسیرش نمی دانه، به ترجمهش نمی دانه، باید از طرف علما تمام احکام ترجمه شوه و به صورت سهل و آسان به شکل یک قانون اساسی کشور به پیشگاه مردم افغانستان تقدیم شوه. این امر ضروری و مهم است از ارتباط در ارتباط به فهم مردم افغانستان. بله، و به عنوان آخرین پرسش مولانا صاحب از شما میخواییم بپرسم که شما به عنوان کسی که در گذشته و در دوره قبلیام موقف های قابل توجه را در حکومت امارت اسلامی به پیش بردین و تجربه کافی در این قسمت دارین، چه میکانیزم و چه راهکار فکر میکنین که حکومت موجود در افغانستان را میتونه باثبات‌تر بسازه و حداقل خواست های مشروع و جامعه مردم افغانستان که در حال حاضر از حکومت دارن را میتونه به حقیقت تبدیل کنه؟ خب یگانه عامل تداوم نظام ها عملی کردن خاص های مردم افغانستان مطابق به عقیده و عنعنهشان هست. مردم افغانستان خلاف از عقیده و عنعنه هیچ چیزی را مطالبه نمی کند و مطابق به خاص مردم افغانستان اگر حکومت ها به پیش می رود تداوم پیدا می کند، مردم امرایشان محبت داشته می باشد و در تمام عرصه های مشکل و غیر مشکل مردم در قبال حکومت خود استاد می باشد. اما اگر از دست دادن این مسائل را، مثلا امان الله خان و روی کردهای بسیار خوبی به میدان آمد، اما چون دست به عقیده و عنعنه زد ما عاقبتشان را دیدیم. به می شکل قدرت های بزرگ شوروی نتانست که حکومت مورد تایید خود تفت علا رقمی جهانی و امریکا نتانست، ناتو نتانست که جمهوریت را حفظ کنند، چون مردم افغانستان در کردن و این عین الیقین و حق الیقین بود که با عقیده و عنانه مردم افغانستان دست میزد. بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان آقای مولانا جلال الدین شینواری که در برنامه با ما حضور داشتید. احمدی صاحب سلامت و زنده باش. تشکر. ادامه تحول را پس از وقفه بیننده باشید.
به نیمه دوم برنامه خوش آمدید. مهمانان من در نیمه دوم برنامه هر یک آقای دکتر حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات بین المللی افغانستان، و همچنان آقای قاضی نجیب الله، جامعه تحلیلگر مسائل سیاسی با ما هستند و در رابطه با یک سالگی امارت اسلامی بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای جامعه، اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. یک سال کار حکومت امارت اسلامی را چگونه بررسی میکنید؟ من نه سلام نه درنوی تاسو ته او د تلویزیون درنوی دونکو ته او کدر من عاطف صاحب ته امریکا شکل په افغانستان باندې عمله کول، نو دغه عملیاتو ته د تلپاتې ازادۍ نوم ورکړو. دوی فکر کوي چې دغه ډول عملیات سره به یو ملت وخوري او د هغوی ټول ارزښتونه به وتروړي. زه په پیل کې د ټول افغانستان شریف ملت ته د دغې بریا مبارکي وایم، او دا واقعت هم د ولچکونو، د زندانونو، د هتکړیو، د دردونو او د شپونو او د چاپو پای او د پټۍ لګولو او د افغانستان د ملت د ګنډلو تر ټولو غټ تاریخي پل د اسد په څلورویشتمه وسو. په تیر یو کال کې افغانستان د نړۍ د توقعاتو په خلاف باندې دا چې افغانستان د فشارونو او د بندیزونو له یوې خطرناکې تحریم سره او ډیپلوماسۍ سره امریکا په خپل قوت سره عمل کړی و او د امریکا متحدینو د دې ترڅنګ هڅه دا وشوه چې د افغانستان په امنیتي ډګر کې د داعش د ډلې لارې یا د مقاومتیان لارې یا هغه مسایل چې هغه افغانستان ګواښي، له امنیتي اړخه، له سیاسي اړخه، د اقتصادي اړخه چې دلته د افغانستان اقتصادي شتمنۍ کنګل کړی شوه، د دې ترڅنګ ګڼ اقتصادي مشکلات رالو، افغانستان تر تحریمونو لاندې راغی، د افغانستان بانکي سلامتیا له مات سره مخ وه، د افغانستان د سیاسي شناخت او معرفت بهر چې باید پل شوی وای او ډیر ژر تر دریو شپږو میاشتو دا مسله حل شوی وای، ول امریکانو د فشارونو په توګه باندې چې وکول شي خپل غوښتنو ته ورسیږي، دغه ټول مسایل کوشش کوي چې افغانستان شاته پاتې راولي او منځوي کړي. ولې په لویه کې هڅه وشوه او د افغانانو درات دا و چې نه یوازې له اقتصادي مسایلو سره پوښډه ونې کابو کړي، بلکې د افغانستان بانکي سلامتي وساتله سي، غټې او هیله بښونکې پروژې پل شي، په اداري برخه کې د حکومت اداري ساعت برخه کې د نظام اډانه وساتله سي، کابل کې او په دې هېواد په لویش لویش خاوره کې امنیت ټینګ کړای شي، د قدرت جزیرې ختمې کړای شي، په میلیونونو فرصتونه او کاري شغلونه له ماتېدا څخه وژغورله سي، د کار او اقتصاد مارکېټ ته ثبات راوګرځي، سیمه او نړۍ افغانستان د خپل پام په دریځ کې ونیسي. تاسو ګورئ چې په تېر کال کې ګڼې سیاسي ناستې د افغانستان په محور وشوې، په ځانګړي ډول د تاشکند هغه چې په وروستیو کې وشوه، او محور یې د افغانستان سره اقتصادي تعاملات و، د مرکزی آسیا، اروپا، د افغانستان د سیمې د قدرتونو او په لویو برخو کې امنیتي مسایل و چې څنګه وکولی شي افغانستان د سیمې د بلاکونو تر څنګ په دغه پیښو باندې کابو سي. په لویو کې افغانستان لاړخه نړۍ ته یو ډول اطمینان ورکړل شوی، د افغان ملت هم په خپل راتلونکي باندې ډاډمن ده. ولې دا چې موږ یوه نیمه پیړۍ جګړه شاته پرېښي ده، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، او خپل ډاکتر غني په خبره چې 90% ولس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کول، اتمان به موږ له مشکلاتو سره مخ یو. په کار دا اخلانه دا ده چې له نړۍ سره مشروع، واقعي، معقول، زموږ د ګټو، لومړیتوبونو او ارزښتونو سره په تناسب باندې هوښیارانه سازش وسي، او هڅه وسي چې زموږ د ولس لومړیتوبونه وساتل شي، د نړۍ منفي سیاستونو ته په تعامل سره ځواب ورکړل شي، او افغانستان مخکې لاړ شي. بسیار تشکر آقای مختارم، در برنامه با ما حضور دارن. آقای مختار، شما را به بحث خوش آمدید میگم. در طول یک سال گذشته افغانستان فراز و نشیب‌های زیاد را تجربه کرد و چیزهای دست یافت و انتقادهای هم تا هنوز پابرجاست در مقابل نظام. چه فکر میکنین؟ آیا شما با آقای جامعه موافق هستین که اکثریت این کمکاری ها باعث شده که جامعه جهانی به گفته هایش در مقابل افغانستان صادق نباشه و وضعیت ناگوار در داخل افغانستان به وجود بیاید؟ سلام به شما و به مهمان گرامی شما و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. اگر ما ایده در پنج بخش تقسیم کنیم، در این شک نیست که ملت ما علیه متجاوزین جنگید و افتخارانه هم از سرزمین خود دفاع کرد و امارت اسلامی در افغانستان به جزایر قدرت پایان بخشید تا نیز سلطه خود را به سر تمام افغانستان حاکم بسازد و افغانستان در سطح جهان طالبها نمایندگی از افغانستان بکنه و نظام جمهوری را متلاشی بسازد.
از طرف دیگر بخش دوم صحبتی خواهد بود که آیا افغانستان با وجود تمام فعالیت هایی که امارت اسلامی افغانستان کرده نتیجه داده؟ بله. آیا افغانستان از انزوای سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیرون شده؟ آیا افغانستان روی یک مکانیزم کار کرده که در نتیجه از او افغانستان یعنی امارت اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شود؟ اگر ما گیریم که ایالات متحده آمریکا و ناتو در اینجا مقصر هست که هست، اما صف ناتو و حضور آمریکا در افغانستان غیر مستقیم محسوس است. قوت‌های هژمونیک و استخباراتی در افغانستان دست بالای دارند. وقتی یک کشور به فقر اقتصادی مبتلا هست، فقر اقتصادی نارامی را به میان می‌آورد که مردم از افغانستان بیرون میشن و مشکلات در افغانستان هست، به این معنی که مشکلاتی را امروز ما در افغانستان داریم. گزینه بهترش و رای بیرون رفت قضیه یا موزل افغانستانی است که آیا ما در چارچوب منافع ملی افغانستان بحران افغانستان را تحلیل کردیم؟ آیا ملت ما من حیث یک ملت منافع ملی افغانستان را در طول یک سال سالی که گذشت مورد بررسی قرار دادیم؟ آیا توانستیم بس برای سیاست متوازن که در منطقه هست لابی بکنیم؟ آیا توانستیم با ناتو و امریکا کنار بیاییم؟ بله، جواب خود شما را میخوایم در رابطه به می سوال داشته باشم. آقای مختار، چی فکر میکنین؟ آیا این موارد عملی شده؟ من فکر میکنم در بسیاری از موارد امارت اسلامی افغانستان تا هنوز هم کارهایی که باید میشد نشد. مسائل اقتصادی و پروژه هایی را که امارت اسلامی افغانستان امضا کرد خوب کار خوبی است، اما ملت ما و مردم ما و کشور ما هنوز هم در انزوای سیاسی، اقتصادی و بین المللی است. راه بیرون رفتش یک سیاست متوازن و بی‌طرف است که هنوز تحلیل و تشریح یک سیاست متوازن و بی‌طرف را ما ندیدیم. سیاست متوازن و بی‌طرفی است که ما در قبال چین و روسیه و در قبال ایالات متحده آمریکا و اروپا یک سیاست متوازن را در قبال مسائل مردم خود باید داشته باشیم. اجازه بدین در پرانتز یک موضوع را اینجا برادران بگیم که ملت ما از جنگ و از انزوای سیاسی خسته است. ملت ما رنجیده است. ملت ما کار نداره. ملت ما شغل نداره. ملت ما میخواهد که امارت اسلامی افغانستان به یک پالیسی ملی و بین المللی منتشر شود که در نتیجه از او افغانستان از این انزوا بیرون شود. سالی که ما به پیش داریم از بهارش پیداست. امیدوار هستم که امارت اسلامی افغانستان به نکاتی که ما من حیث یک افغان و مسلمان به امارت اسلامی افغانستان مشوره میتیم، منافع ملی افغانستان در این است که هر چیز زودتر درب مکاتب را بر روی دخترها باز بکنید و در یک سیاست متوازن و بی‌طرف افغانستان را از این بحران بیرون بکنید. بسیار تشکر. آقای جامعه، بسیار کوتاه می‌خوام ازتان بپرسم که مسئول بنزوا رفتن افغانستان در این مرحله اساس کی است؟ خب بس داده چې کله موږ د نړۍ سره د سازش خبرې مطرح کوو یا د خپلو ګټو غوښتنه کوو یا که غواړو چې هغه څه چې موږ ګټلي دي یا یو ملت په توګه باندې ادا کوو چې باید له خپلو ټولو ګټو لومړیتوبونو ملي منافعو سرو کرښو د افغانستان د له نړۍ سره د سازش او نړۍ سره د ګډ کار کولو او په اقتصادي برخه کې هغه فرصتونه چې زموږ سیمې ته او د افغان جغرافیه کې د جیوپالیټیک او سیاسي اړخه موږ لرو له دې ټولو څخه باید استفاده وسي. مسله دا ده چې په دغه برخه کې چې که نړۍ کوم تحریمونه لګولي دي یا امریکا کوم سیاستونه یا اهداف د پردې تر شا لري یا غوښتنې چې امریکا یې تعقیبوي او د سیمې هیوادونه او حتی اروپایي متحدین د امریکا دا د هغوی هغه څه دي چې نه یوازې په افغانستان کې د هغوی لپاره لابي کوي بلکې په ټول نړۍ کې دغه د سیاست په ډګر کې هغه تناسب هغه دریز دا ده چې هلته هر څوک خپلې ګټې غواړي تعمین کړي یګوی لپاره که هر ډول شرایط او وسایل مستکوي په د کورنۍ اړخ کې امریکایان خپل او نړۍ خپل وظیفه او کارخانګي او مسولیت د افغانستان د قضیې په مورد باندې چې باید عقلانه برخورد وکوي او په لوی کې د دوی برخوردونه په عدالت محور او د مناسب او سیال نه وو. په کورنۍ اړخ کې هم
پراخ و اصلاحات ته ضرورت شته. پهنی هغه وخت کې هم د افغانستان بهرنی سیاست چې اقتصاد محوره ده، د دې ګڼو بحثونه باید تحلیل شي په روان کال کې او د تیر کال د افغانستان ډیپلوماسي دستګاه لړۍ سره تعامل د نړۍ د ګټو سره. سوالم از شما بسیار واضح است آقای جامع، بازم میخوایم تکرار بکنم، مسئول به انزوا رفتن افغانستان در این شرایط حساس کی است؟ د افغانستان لومړیتوبونه ګټې او د افغان ارزښتونو په نړۍ رڼا کې تعامل یو هغه بس دی چې نړۍ زموږ له ګټو سره د شتېشل کاله په تناسب باندې نه غواړي چې زموږ له ګټو سره زموږ د ارزښتونو په اساس باندې سازش وکوي. دویم بس دا ده چې امریکا متحدین او ګڼ هیوادونه خپلې غوښتنې لري او دغه سنت له تېر څخه ورته پاتې ده. دغه هغه عوامل دي چې په افغانستان کې هغوی د خپل لومړیتوبونو او د بهرني سیاست یا له افغانستان سره تعامل په توګه باندې چې هڅه کېږي چې افغانستان انزوا ته وکاږي، دا په دوی پورې مربوط ده. خو مسله دا ده چې په سیاست کې که هغوی هر څه غواړي یا موږ له هغوی څخه غوښتنې لرو یا افغانستان د افغانستان د بهرني سیاست هغه لومړیتوبونه باید تعریف شي. بس دا ده چې موږ د یو ملت په توګه اسلامي مرد یو دولت او طرف په توګه باندې په اوس کې چې یو کال متاسفانه یا په خواشنۍ سره چې موږ په نړیوال سیاست کې یا په نړیوال دریځ کې هغه ډول چې باید ځان لپاره مو کارکردګي راولې وای یا مو لومړیتوبونه ټاکلي وای نه رسېدلي. د دې دلایل هم واضح دي، هم بهرنیان دي، هم د سیمې حالت ده، هم په افغانستان کې زموږ لومړیتوبونه او دلته پلج هغه پته چې د پلج حکومتوالۍ په توګه پاته و دا ټول به وي. ولې په کار دا ده معقولیت ده داخلانه دا ده چې موږ وکولای شو له دغو ټولو ستونزو سره څخه راووځو. په تېر کال یو کال سیاست باندې باید غور وکړو، د سیمې او نړۍ سره خپلې ګټې بیا له سره تعریف کړو، د افغان لابي لپاره او د افغان سیاست لپاره او د افغان فشار د فشار ډیپلوماسي باید چې موږ له کوم هیوادونو سره له روسیې سره له چین سره له مرکزي آسیا سره د نړۍ نورو هیوادونو سره لرو، دا باید د خپلو ګټو په تناسب باندې رامنسجم وکړو او هڅه وکړو چې په راتلونکي کال کې نه یوازې د افغانستان د رسمیت مسله، د افغانستان د شناخت مسله، د افغانستان د انزوا مسله چې نړۍ یا یو شمېر هیوادونه غواړي افغانستان دغه ګړنګ ته وټېلو کې دال شي، بلکې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې او په امنیتي برخه کې پرمختګونه ولرو. شروع یې ښه دا ده چې حکومت له دې څخه شروع کوي چې د نجونو مکتبونه سبا بل ورځ خلاص کړي چې تر اتوستم د اسد پول شي، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، د افغانستان د خپلواکۍ تر ورځ افغان نجونې مکتبونو ته ولاړ شي او په کورنۍ هم د اصلاحاتو یو رپورم یو بسته وړاندې کړي. د دې تر څنګ د اساسي قانون غمه وخوړل شي، یو پراخه عدنوی او دقت نسه جرگره اوکتل شید. سپاسگزارم. بازم به شما برمیگردم آقای جامع. تشکر. ادامه یه تحول پس از وقفه. به ادامه یه برنامه باز هم خوش آمدین آقای مختار. حداقل یک سال میشه که افغانستان یک حکومت سرپرست را تجربه میکنه. باورها بر این است که در 5 سال قبل که امارت اسلامی قدرت را در دست داشت او حکومت هم سرپرست بود. سوال اساسی که اینجا به میان میاد او این است که آیا ممکن است حکومتداری آنچنانی و حکومتداری به خاص مردم با حکومت سرپرست به پیش بره؟ حتی نه خیر. اجازه بدین ما نظر خود را از یک دریچه دیگر بسازم و این وقت هم مراعت شود. اولی که یکی در افغانستان در انزوای سیاسی و اقتصادی و بین المللی است، مسئولیتش هم به دوش امارت اسلامی افغانستان هست و هم مسئولیتش به دوش ایالات متحده امریکا و ناتو است. امریکا هم در یک سیاست استراتژی غلط و ناکام و بی جایش افغانستان را غیر مسئولانه ترک گفت. کدام مائده ای که در قطر صورت گرفت به او عمل نکرد و افغانستان را به قصدن و عمدن به انزوای سیاسی، اقتصادی و بین المللی بود. از طرف دیگر امارت اسلامی افغانستان هم نتانیست یک سیاست متوازن را در منطقه و در افغانستان معرفی بکنه و هم تیشه را گرفت به ریشه خودش زد. ملت ما و مردم ما بارها از امارت اسلامی افغانستان خواسته که درب مکاتب و مدارس را بر روی دوشیزه های افغانستان باز کنند، باز نکرد.
ملت ما و مردم ما بارها از امارت اسلامی افغانستان خواست که یک لوی جرگی ملی را که در او تمام اقشار و اقوام و اهل خبری افغانستان خود را ببینن جمع کنن و شما مشروعیتتان را از ملتتان بگیرین، در نتیجه ازی افغانستان را از انزوای سیاسی و اقتصادی و بین المللی بیرون کنن. امارت اسلامی افغانستان صد اما همین کار را نکرد و این برخلاف منافع ملی افغانستان و برخلاف مصلحت ملی افغانستان است. از طرف دیگر حکومت سرپرست به معنای چی؟ یعنی سرپرست چی؟ معنایش چی است؟ شما چرا یک حکومت ملی را درست نمی‌کنید؟ آیا حکومت سرپرستتان زمانش تعیین است؟ یک سال است؟ ده سال است؟ پنجاه سال است؟ یا صد سال است؟ چند سال است؟ حکومت سرپرست آیا یک حکومت ملی میتانه باشه که قطعاً از لحاظ علوم سیاسی و اکادمیک ما برزی نمیتانیم یک حکومت ملی بگیم؟ ما به امارت اسلامی افغانستان پیشکش میکنیم، احترامانه عرض میکنیم که اگر خواسته باشین که در اینجا یک نظام داشته باشین که افغانستان در اون نظام در سطح جهان از انزوا بیرون شود و صدای ملتتان و مردمتان گوش بدین، سیاست حذف و انحصار را از محراب و از تیبل کارهایتان بردارین و سیاست ملی و بین المللی بر بگردن. هیچ قوانینی را هم نپذیرید که خلاف موازین ارزش‌های دینی و اسلامی باشد. ما اگر یک سیاست متوازن و بی‌طرف را در منطقه معرفی می‌کنیم، در کجایش ضد اسلام است؟ اگر امریکا با ما روابط می‌سازد، آیا ما در روشنی منافع ملی افغانستان بین چین و امریکا یک سیاست متوازن را معرفی کردیم؟ آیا توانستیم بر یک سیاست متوازن و بی‌طرف در منطقه لابی بکنیم و دکترین امارت اسلامی افغانستان را در سطح جهان معرفی بکنیم؟ آیا بدون محترم متقی صاحب کسی دیگر در افغانستان نیست که در امارت اسلامی که سیاست متوازن را تهیه و ترتیب بکنه و در سطح جهان دکترین امارت اسلامی را معرفی بکنه که تا حالا بدبختانه نکرده؟ موضوع دومی است که امارت اسلامی افغانستان وقتی که ما میخوایم سیاست های ما بر محور اقتصاد میچرخد و ما میخواهیم آسیای جنوبی رو با آسیای مرکزی وصل بکنیم، آیا در یک سیاستی که شما در سطح جهان در انزوای سیاسی بین المللی و اقتصادی هستین میتونین جنوب آسیای جنوبی رو با آسیای مرکزی وصل بکنین که قطعا نمیتونین؟ آیا تا بالا در پرانتز مختصر، آیا تا بالا سیاست امارت اسلامی افغانستان در قبال پاکستان مشخص است؟ آیا پاکستان چرا در سطح جهان باید از آدرس یک ملتی که 5000 تاریخ سال تاریخ داره باید صحبت بکنه؟ ما جدا از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که سیاست بین المللی و خارجی افغانستان را در روشنی منافع ملی آقای مختار ممنون. آقای جامعه فرصت هم دکست میخواییم بحث جنبندی بکنم. در حال حاضر افغانستان در بحران اقتصادی قرار دارد، در بحران انسانی قرار دارد، در بحران سیاسی قرار دارد و تلاش میشه که حداقل از این وضعیت بیرون شویم. پس از یک سال به چه راهکارهایی باید متوسل شویم که حداقل بتانیم به مردم افغانستان وضعیت نرمالتر رقم بزنیم؟ دیگه ملت حق ده چې په هر دګر کې حکومت او چارواکي ورته د زوم سلطنه برابر کړي، او افغانستان دا چې هڅه کېږي افغانستان انزوا ته وکړل سي، الحمدلله افغانستان هغه ډول انزوا چې دلته دوستانو اشاره وکړه نه ده، ځکه که د انزوا په حالت کې وه له نړۍ سره د تعامل د نړۍ د افغانستان محور نړیوال کنفرانسونه له نړۍ سره د سیاسي ژبه له نړۍ سره ګډ کار کولو اندېښنې چې نړۍ د افغان ګټو له اړخه لري، دا ټول هغه بحثونه دي چې حتما به د نسونی کلو په وضعیت کې افغانستان و. مسله دا ده چې د افغانستان بدنی سیاست په لویه کې متوازن ده، بېطرفه ده، په تعامل او تفاهم ولاړ ده، ولې دا چې هغه قوت چې دغه سیاست اعمال کړي هغه لابي چې په نړیواله کچه د امریکایي فشار له اړخه یا د نړیوال فشار له اړخه کمتر از یک دقیقې دیگه فرصت داریم آقای جان. دا ټول هغه بحثونه دي چې شاید د افغانستان په تیرو کال کې ګڼو برخو کې د خپل لومړیتوبونه او غوښتنو او د دغه ملت د توقف په اسمان باندې ګڼو لاسترونو ته نه دي رسولی. زه په دې باور یم چې هڅه به کېږي او تر هغه ځایه چې ژمنتیا په کابل کې ګورو چې افغانستان له ټولو هغه ستونزو څخه البته بحرانونو کې موږ نه یو، ټولې هغه ستونزې چې په موږ تپل شوي دي له افغانستان باید له هغه حالت څخه ووځي. د نړۍ مسؤلیت دا ده چې د افغانستان په مولد باندې له عقلانه څخه کار واخلي. یو ناامنه افغانستان، یو کمزوری افغانستان د نړۍ په ګټه نه ده، افغانستان هم جزیره نه ده،
اوسنه حکومت به تعامل کوي سیاست به کوي او خپل ګټو لپاره به دغه سیاسي او د سیاسي لابي او ډیپلوماسي پاسمن به تربینونه او درزونه خلاصو چې وکول شم خپل ګټ تامین کړي هم د نړۍ اندښنې ک زموږ له جغرافي او زموږ له هیواد لري هم هغه را فکر او هم دغه اقلانیت رامنځته کړي چې او هغه کارونه چې پاتې دي هغه په قوت سره پای ته ورسیږي او موږ د نړیوال کاروان په دریس کې سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم، هر یک آقایی که دکتر حاتف مختار و همچنان آقایی که قاضی نجیب‌الله جامعی که در برنامه با ما حضور داشتن و سپاس شما که بیننده برنامه ویژه تحول به مناسبت یک سالگی امارت اسلامی بودید. خدا نگهدار.